مردم این روزها درباره این نابرابری زیاد صحبت میکنند. درباره این حقیقت که 1% ثروتمند از باقی مردم به مراتب بیشتر پول دارند. اما بیشتر تمرکز به نظر میرسه به روی ایالات متحده آمریکاست. به نظرم رسید که نیاز همین داستان درباره این نابرابری در کل جهان هم گفته بشه. به همین خاطر تحقیقاتی کردم و این مجموعه یافته‌های من از منابع معتبر مثل سازمان ملل متحد کاشف به عمل اومد. با اینکه اوضاع آمریکا به کلی زوارش در رفته، اما اوضاع کل دنیا به مراتب خرابتره. بذارین با این نمودار شروع کنیم. توزیع مساوی ثروت بین تمام افراد در قید حیات که همه در 5 گروه مساوی تقسیم شدن. و حالا ببینیم هر گروه در واقعیت چقدر ثروت داره. حیرت آوره نه؟ 80% مردم دنیا تقریبا ثروتی ندارن. حتی به زور میشه روی نمودار دیدشون. با این حال 2% ثروتمند به اندازه نیمی از جمعیت دنیا ثروت دارن. بیاین به این نمودار به طور دیگه ای نگاه کنیم. همه مردم دنیا رو در نظر بگیرید. همه 7 میلیارد نفرمون رو. و به 100 نفر تقلیلش بدیم که نماینگر کل جمعیت جهان هستن. خب اینم از 100 نفر. فقیرترین ها سمت چپ و ثروتمندترین ها سمت راست. حالا بذارین نشون بدیم که کل ثروت جهان که تقریبا 223 تریلیون دلاره چطور توزیع شده. اکثریت غریب به اتفاق تقریبا هیچ پولی ندارن. پولی که باهاش خرج تحصیل بچه هاشون رو بدن. پولی که باهاش هزینه داروهای ابتدایی رو بدن. در حالی که 1% ثروتمند 43% کل ثروت دنیا رو انباشت کرده. 80% پایین نمودار، یعنی 8 از هر 10 نفر، فقط 6% از کل ثروت دنیا رو داره. اما این هم حتی نشون نمیده که چقدر اوضاع وخیمه. 300 ثروتمند اول دنیا به اندازه 3 میلیارد انسان ته نمودار ثروت دارن. در واقع ثروت 300 نفر که در یک هواپیمای متوسط مسافربری جا میشن، از ثروت کل مردم هند، چین، آمریکا و برزیل روی هم بیشتره. این تفاوت از لحاظ جغرافیایی هم قابل مشاهده است. شکاف عمیق و فزاینده‌ای که بین چند کشور غنی و اغلب کشورهای جهان وجود داره. در طول تاریخ عمدتاً برابری و مساوات بیشتر بوده. 200 سال پیش کشورهای غنی فقط 3 برابر ثروتمندتر از کشورهای فقیر بودند. تا پایان دوره استعمار در دهه 1960 35 برابر ثروتمندتر شدند و امروز 80 برابر ثروتمندترند. کشورهای غنی سعی می‌کنند که این رو با پرداخت کمک‌های مالی به کشورهای فقیر جبران کنند. حدود سالی 130 میلیارد دلار که پول زیادیه. اما پس چرا این شکاف هی داره عمیق‌تر میشه؟ دلیلی که من پیدا کردم اینه که شرکت‌های بزرگ سالی 900 میلیارد دلار از طریق عدم پرداخت مالیات از کشورهای فقیر بیرون می‌کشن. این کار رو از طریق سوء قیمت‌گذاری تجاری انجام میدن. علاوه بر این، هر ساله کشورهای فقیر 600 میلیارد دلار به عنوان بدهی پرداخت می‌کنن بابت وام‌هایی که بارها تسویه شدن و در نهایت پولی که کشورهای فقیر بابت قوانین داد و ستد از دست میدن. قوانینی که توسط کشورهای غنی وضع میشه برای دستیابی به منابع بیشتر و نیروی کار ارزانتر. اقتصاددانان دانشگاه ماساچوست محاسبه کردند که این سالی 500 میلیارد دلار برای کشورهای فقیر آب میخوره. همه اینها با هم میشه سالی 2 تریلیون دلار. این پول هر سال از فقیرترین کشورهای دنیا به غنیترین اونها سرازیر میشه. کشورهای غنی دوست دارن بگن که به توسعه کشورهای فقیر کمک میکنن، اما به واقع چه کسی به توسعه دیگری کمک میکنه؟ این باعث شد که من متوجه بشم که قوانین ابتدایی اقتصاد جهان مشکل دارن. این نمیتونه درست باشه که ثروت دنیا در دست تعداد محدودی آدم متمرکز شده باشه. تنها راه حل منطقی به نظر من و تنها امید ما این میتونه باشه که قوانین رو تغییر بدیم.